چه خوب گفت مرحوم کامبوزیا، شیطان لعین راندز دربار خدا شد، عمامه به سر کرد و معین الغربا شد. و آخوند ساواکی بود که بچهش بعدن رئیس رادیو بی بی سی شد. میبینی با کجا هوا اصلان. اگر بی بی سی نمی بود خمینی تو یه چیز نمی رفت، کره ماه نمی رفت، 15 میلیون 20 میلیون ایرانی اون تو کره ماه نمی دیدن. تا بدونید که سررشته ها کجاست. لیکن کلام الهی عبادت را قرین با استعانت با او میاره، که غیر از خدا کسی استعانت نجویه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما ای بار خدای فقط و فقط، آیه قرآن دیگه، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم. عجب فقط و فقطیه که از تو استعانت میطلبیم، اما میگیم یا مهدی ادرکنی، یا حسین، یا حسن، یا علی، یا تقی، یا نقی، یا مهدی موهوم. اینا خدا پرستیست یا شرکه؟ آقا شرک از این واضح تر؟ شرک ابو جهل به این وضوحی نبود که اون میگفت که بابا من بغیر شفیع خود قرار میدم، از مالک اصلی خداونده. شرک امروزی از شرک ابو جهل بدتره، برکه اینها میگن که مالک اصلی امامه، آسمان رو پف کنه باد میبره، ولایت تکوینی داره. ولایت تکوینی و ولایت فقیه و غیر فقیه گفتن شرکش از شرک ابو جهل بدتر و رسواتره در منطق قرآنی. بفهمید، روشن شوید. ما زحمت ها کشیدیم، خداوند به ما توفیق داده تا این حرفا رو در مقابلتون بگیم. خون و دل خورده ایم، رنج خورده ایم، رنج دیده ایم، از شما هیچی هم تقاضا نمی کنیم. فقط خود روشن شوید، خود را نجات دهید. و وقتی که خداوند می فرماید جل جلاله و ام نواله ایاک نعبد و ایاک نستعین، به ما یاد میده که بگویید فقط و فقط تو را عبادت میکنیم، فقط و فقط در مقابل تو کرنش میکنیم، سجده های ما از آن توست، نه از آن قبر، رکوع های ما، خضوع ما، ایمان قلبی ما، استعانت ما، همه چیز از آن توست. یعنی که از قید بند دیگران راحت شو. آخوند شیاد آمده کاری کرده، خدا را انداخته کنار، همه چیز دیگر انداخته داخل میدان. همون آتش پرست دیروز که امام پرست امروز شده، همون افسونگر مجوسی دیروز که آیت الله مرجع امروز شده، فرق نمی کنه.